همونطور که مستحضرید صندوق‌های بازنشستگی الان وضعیت خوبی ندارن. در دنیا باید 6 نفر یا 7 نفر حق بیمه پرداخت بکنن، شاغل باشن، 1 نفر مستمری بگیره، یعنی 6 نفر حق بیمه بدن، 1 نفر مستمری بگیره. این نسبت الان در برخی از صندوق‌های کشور ما از حتی 1:1 هم پایین‌تره، یعنی بعضن 1 نفر داره حق بیمه پرداخت میکنه و 1 نفر هم داره مستمری دریافت میکنه. خب اون حق بیمه قبول دارید که اون حق بیمه یه مبلغ بسیار اندکیه، اما اون کسی که داره حقوق میگیره چند برابر اون رو داره به عنوان حقوق دریافت میکنه. خب دولت برای اینکه این مشکل رو در کوتاه مدت و بلند مدت حل بکنه، احکامی رو در فصل 5 آورده بود که تلاش میکرد به نحوی سهم دولت رو در پرداخت حق بیمه کاهش بده، سهم کارگر رو افزایش بده. در مورد مشاغل سخت و زیان آور احکامی آورده بود که به جای ضریب 1.5 این ضریب رو کاهش بده. ما در مجلس تلاش کردیم که بسیاری از این سنجه ها رو حذف کنیم. به عنوان مثال من چند تا اصلیاش رو عرض میکنم. تغییر در ضریب مشاغل سخت و زیان آور اون رو کاهش ندادیم، گذاشتیم همون ضریب فعلی بمونه. در خصوص نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان، دولت میانگین 5 سال رو دیده بود که الان 2 سال آخر حساب میشه، این رو ما حذف کردیم که همون شرایط فعلی بمونه. در خصوص سهم دولت در بیمه که الان سهم کارگر 7%، دولت این رو به 10% ارتقا داده بود، سهم دولت رو کاهش داده بود، ما این رو حذف کردیم. یعنی همه این سنجه هایی که به نحوی حقوق کارمند و بازنشسته رو تحت شعاع قرار میداد ما حذف کردیم. از اون طرف هم حقوق بازنشستگان رو مصوب کردیم در الحاق 1 که حقوق بازنشستگان در طول 3 سال به 90% حقوق کارکنان یعنی شاغلین و به اصطلاح فوق‌العاده های مستمری که مشمول کسورات میشن برسونه. دولت با افزایش حقوق بازنشستگان که موافقت کرد در مذاکرات و تفاهماتی که با هم داشتیم، دولت این شرط رو گذاشت که پس ما لااقل در حوزه افزایش سن بازنشستگی با دولت همکاری بکنیم و اجازه بدیم که بندخه دولت اجرایی بشه. خب ما برای اینکه اون کار انجام بشه این تفاهم رو با دولت کردیم و این همکاری رو انجام دادیم، منتها سعی کردیم این افزایش رو به صورت پلکانی انجام بدیم. دولت برای همه افراد 4 ماه افزایش رو به احصای هر سالی که باقی مونده بود انجام داده بود، ما این رو پلکانی انجام دادیم به این ترتیب که کسانی که 2 سال آخر هستن هیچ تغییری انجام نمیشه، کسانی که در به اصطلاح سال 25 تا 28 خدمت هستن اونها به ازای هر 1 سالی که از خدمتشون باقی مونده 2 ماه اضافه میشه. یعنی کسی که 25 سال خدمت کرده 5 سال باقی مونده، 5 تا 2 ماه 10 ماه به سنوات خدمتش اضافه میشه. کسی که بین 20 تا 25 سال هست داره سال خدمتش هست، به ازای سالهایی که باقی مونده و باید خدمت بکنه به ازای هر سالی که باقی مونده 3 ماه باید بیشتر خدمت بکنه. و کسانی که بین 10 سال تا 20 سال الان خدمت کردن، اونها به ازای سالهای باقی مونده باید 4 ماه خدمت بکنن، که البته برای این ما سقف 35 سال رو گذاشتیم. یعنی عزیزانی که سال خدمتشون 15 سال به پایین هست، یعنی طرف امسال شاغل شده یا سال 15 هست، این افراد باید 35 سال خدمت بکنن. اما از 15 سال تا 28 سال بستگی داره، برخی ها 2 ماه، برخی ها 6 ماه، برخی ها 8 ماه تا به ترتیب میاد پایین. پس من تأکید میکنم ما به هیچ عنوان قوانین بازنشستگی رو تغییر ندادیم،
فقط سن 30 سال رو برای برخی همون 30 سال نگه داشتیم، برای بعضی میشه 30 سال و 2 ماه، برای بعضی ها میشه 30 سال و 4 ماه، و نهایتاً در نهایت برای عده‌ای میشه 35 سال. یعنی فقط اون عدد 30 سال در قوانین بیمه و در قوانین بازنشستگی اون به 30 و چند ماه اضافه تر اضافه میشه، ما بقیش دقیقاً قوانین بیمه هست. این که مثلا بنده شما قبلا قرار بوده 30 ماه خدمت بکنید، 25 ماه خدمت کردید، به عنوان مثال رسیدید به اون سن سقف، که الان ما سن سقف رو 62 سال گذاشتیم، شما به 60 سال رسیدید، چی کار میکردید؟ حقوقتون چگونه محاسبه میشده؟ این همون الان هم انجام میشه. یعنی قانونی رو ما تغییر ندادیم. چون خیلی ها سوال میکنن که الان مثلا ما اگر 20 سال خدمت بکنیم، 32 سال خدمت بکنیم، به سن 62 سال برسیم، باید چی کار بکنیم؟ چگونه محاسبه میشه؟ چون این از این نوع سوالات خیلی زیاد هست. اینها سوالاتی است که ما در جواب میگیم دقیقاً همون اتفاقی که در گذشته بر اساس قانون بیمه میافتاد.